عبرانیان فصل دوازدهم. پس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین بیشمار قرار گرفتند، ما باید از هر قید و بند و هر گناهی که دست و پای ما را بسته است آزاد شویم و با پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم و به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می‌گرداند چشم بدوزیم، چون او به خاطر خوشی که در انتظارش بود متحمل صلیب شد و بر رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست راست تخت خدا نشسته است و آنچه او متحمل شد و بعد ضدیت و مخالفت که او از طرف گناهکاران دید فکر کنید و ناامید و دلسرد نشوید. هنوز لازم نشده است که شما در تلاش خود بر ضد گناه خون خود را بریزید. آیا این کلام امید بخش که شما را فرزندان خطاب می کند از یاد برده اید؟ ای فرزند من، تأدیب خداوند را ناچیز نشمار. وقت او تو را ملامت می کند ناامید نشو، زیرا خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می کند و هر که را به فرزندی می پذیرد تنبیه می نماید. شما باید این سختی ها را ببینید، زیرا این نشان می دهد که خدا با شما مانند فرزندان خود رفتار می کند. آیا هرگز فرزندی بوده است که به دست پدر خیش تأدیب نشده باشد؟ پس اگر شما مانند دیگر فرزندان او تأدیب نشوید، معلوم است که حرامزاده استید و نه پسران حقیقی. نسبت به پدران جسمانی ما که ما را تأدیب نمودند، احترام لازم را نشان داده ایم. پس چقدر بیشتر ما باید تابع پدر روحانی خود باشیم و زنده بمانیم. پدران جسمانی برای زمان کوتاه مطابق صلاح دید خیش ما را تأدیب کرده اند، اما خدا به خاطر خیریت ما چنان می کند تا شریک قدوسیت او شویم. زمانی که تنبیه می شویم نه تنها برای ما خوش آیند نیست، بلکه دردناک است. اما بعدها کسانی که با چنین تنبیه تأدیب شده اند از ثمرات سلامتی یک زندگی پاک بهره‌مند می شوند. به دستها و پاهای سست و لرزان خود نیرو بخشید. در راه راست گام بردارید تا نه تنها اعضای بیمار و معیوب شما از مفاصل خود جدا نشوند، بلکه نیروی اولیه خود را باز یابند. بکوشید تا با همه مردم با صلح و سلامتی رفتار کنید و زندگی شما پاک و منزه باشد، زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید. و یک دیگر توجه کنید، مبادا کسی در میان شما از فیض خدا دور شود. متوجه باشید که کسی در میان شما مثل گیاه تلخ و زهراگین رشد نکند و موجب ناراحتی بسیار نگردد و مانند عیسی بد اخلاق و بیدین نباشد. او حق کلانی خود را به یک وعده غذا فروخت و شما می دانید اگرچه او بعداً می خواست آن برکت را باز به دست آورد، ولی پذیرفته نشد، زیرا راه برای بازگشت نداشت، اگرچه او با ریختن اشک در پی آن بود. شما پیش آتش حس کردنی و مشتعل کوه سینا نیامده اید و در برابر تاریکی و تیرگی و گردباد و صدای شیپور و صداهایی که شنوندگان آرزو داشتند دیگر آنها را نشنوند قرار نگرفته اید، زیرا آنها نتوانستند فرمان خدا را بپذیرند که می فرماید: حتی اگر حیوان به کوه نزدیک شود باید سنگسار گردد. آن منظره چنان ترسناک بود که خود موسی گفت: می ترسم و می لرزم. اما شما در مقابل کوی صهیون و شهر خدای زنده یعنی اورشلیم آسمانی استاده اید و در برابر فرشتگان بیشمار و مجلس جشن و اجتماع نخست دادگانی که نامهای آنان در عالم بالا ثبت شده است و در برابر خدا داور همه و ارواح عادلان قرار گرفته اید و نزد عیسی واسطه عهد و پیمان جدید که خون ریخته او نشان دهنده از پیام بهتر از خون آبیل است آمده اید، هوشیار باشید که از شنیدن صدای او که سخن میگوید رو نگردانید. آنها که از شنیدن سخنان کسی که در روی زمین سخن میگفت سرپیچی کردند و جزای خود رسیدند. پس ما اگر از گوش دادن با آن کسی که از آسمان سخن میگوید روی گردانیم، دچار چه جزای شدیدتری خواهیم شد. در آن زمان صدای او زمین را لرزانید،
اما اکنون قول داده است که یک بار دیگر نه تنها زمین بلکه آسمان ها را نیز خواهد لرزانید. این کلمات یعنی یک بار دیگر نشان می‌دهد مخلوقاتی که لرزان و فناپذیر اند از بین خواهند رفت و آن چی ثابت است باقی خواهد ماند. خدا را برای آن پادشاهی ثابت و فنا ناپذیر که او به ما می‌دهد سپاس گوییم و او را آن طور که منظور اوست عبادت نماییم، یعنی با خوف و احترام، زیرا خدای ما در واقع آتش است که می‌سوزاند.